سلام پریسا نصری هستم با یک سیاست و تدبیر زنانه در کنار شما دوستان نازنینم زنان با سیاست و با تدبیر زنانی هستند که گنگ و مبهم صحبت نمی کنند کلمات آزاردهنده ندارند ببینید بعضی وقتها بعضی از خانوم ها من نمیدونم به عمده نمیدونم غیر عمده اما از کلمات مبهم و آزار دهنده ای استفاده میکنند که باعث آزار همسر دوستشون پدر و مادرشون میشه و بعد هم که بخوان صحبت کنن دیگه به قدری طرف مقابل آزرده خاطر شده که دیگه گوشش رو به حرف ما نمیده بنابراین من باید این کلمات آزاردهنده دهنده رو بشناسم یه مثال بزنم مثلا شما برمیگردید صدا میکنید همسرتون رو علی برمیگرده میگه که جانم ما چه جوابی میدیم هیچی خب مگه بچه ها ما آزار داریم که اگر کسی رو صدا کردیم و به نوعی مخاطب قرارش دادیم بگیم هیچی حتی اگر توی اون لحظه نمیخواید حرفتون رو هم بزنید به نوعی ارزیابی کردید که گفتن این حرف اشتباهه یک کلام عاشقانه بگید خیلی دوست دارم تمومش کنید نه اینکه کلمات مبهم و گنگ بگم تا حال طرف مقابلم رو بد کنم شما با کلمات مبهم و گنگ باعث میشین طرف مقابل از شما دوری کنه برمیگردم به خواهرم برادرم مادرم پدرم همسرم مادر همسرم به نزدیکانم برمیگردم میگم که دیروز جایی بودم حرف شما بود بعد طرف مقابل میگه خیره حالا خوب یا بد میگیم بماند ای بابا خب بماند یعنی چی الان توی ذهن من کنجکاوی رو ایجاد کردی جرقه رو ایجاد کردی حالا میگی بماند خب توضیح بده حاضر نیستیم توضیح بدیم و یادتون باشه یه زن با سیاست تحت هیچ شرایطی گنگ و مبهم صحبت نمیکنه ابهام در رفتار زیباست مثلا امروز میخوام یه کاری رو انجام بدم انجام که شد حتما بهت میگم سورپرایزه ولی اینکه من مب هم صحبت کنم و گنگ صحبت کنم دیگران رو کلافه میکنه به عنوان یه زن با سیاست کاملا حرف ها رو ارزیابی کنید آنالیز کنید چی دارید میگید و بعد حرفتون رو بگید اگر هم جایی خواستید چیزی رو بیان کنید و احساس کردید الان جاش نیست همین الان متوجه شدم الان جاش نیست برنگردید به طرف مقابل بگید الان فهمیدم نباید بگم نه نه اتفاقا یک جمله سازنده ای به کار ببرید که طرف مقابل رو از نظر احساسی هم اشباع کنه اگر جزء دست آدم هایی هستین که میتونید زبانتون رو کنترل کنید که چه بهتر اما اگر جزء دست افرادی هستید که این کنترل دست شما نیست باید این رو بدونید که شما نخواستید زبانتون رو کنترل کنید از این به بعد از قانون مکس استفاده میکنم قانون مکس چی میگه میگه سه ثانیه قبل از اینکه هر کلامی را بر زبان بیاورم در مورد خود کلام معنای کلام و نتیجه ای که از آن حاصل می شود فکر می کنم سه ثانیه قبلش از قانون مکس استفاده کنید خب اگر این نکته که برای شماها در این ویدیو توضیح دادم براتون کاربردی بوده و احساس میکنید دوستان دیگری هم هستند که این نکته میتونه براشون کاربرد داشته باشه این ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنونم